بچه سلام، حالتین چطوره؟ خوبین؟ سلامتین؟ خیلی خوب باشین، خیلی عالی باشین، همیشه در شادی باشین، لذت ببرین، با زنبورا زندگی کنین، عشق کنین. بچه ها اگه دفعه پیش، اول یه تشکر کنم که کامنت میزنین، لایک میکنین، سابسکرایب میکنین یا همون مشترک شدن رو میزنین که خیلی به ما دلگرمی میده. دم همتون گرم، ما خوشحالیم که شما با ما همراه هستید. بچه ها دفعه پیش یه 3-4 تا ویدیو قبل که برین، الان فکر کنم 4-5 مهر ماه باشه، 3-4 تا ویدیو قبل که برین، من اینو یکی دو هفته پیش گرفتم فشردش کردم، اگه یادتون باشه فشرده کردم این کندو رو توی دونه ویدیو خیلی طولانی، اینو فشرده کردم، میخوام یه دونه قاب بیشتر تخم نریخته بود، میخوام برم ببینم امروز چی کار کرده بعد از فشرده سازی و فرق و کنتراست بین فشرده سازی و فضای باز رو بهتون نشون بدم که چی کار کرده. هنوزم درش رو باز نکردیم، بریم ببینیم چه خبره. قطعا باید یه سری تغییرات کرده باشه. این از فشرده سازی قاب ها، اینو بذار بزنم به این، یه ذره کیگره شد، کیگردن براش بخوام بذارم. نکنی اون یه قاب اولش که تخته شما گذاشتیم براش، حالا بریم چک میکنیم ببینیم، بذار یه دود بزنم چی کار کرده، تخت ریخته نریخته، چون دوباره باید فشردهش کنیم. این قاب شیشمه، این قاب شیشم که تخت داشت، هیچ فکر میکنم همین تخت داشت. آره این قاب شیشم که تخت داشت شفیر است، اصلا هیچی بی خیال بدین، تخم روز داره تو این که لارف است، دیده نمیشه بچه چون که دارن شهد میارن. بریم اون قابای دیگر نگاه کنیم ببینیم چی. این یه قابی که تخم داشت، اگه بریم ویدیو رو ببینین کامل متوجه میشین. دود بزنم خیلی بچه ها ناراحتن، هوا داره خنک میشه. این قابی که بچه ها تمام توش لاروه، اگه بتونیم ببینین، بذار تو نور نشون بدم، تمام لاروه، یعنی تخریزی انجام شده و شروع کرده، نیا کنه خیسه، اگه تش ببینین لاروه، لاروه 3-4 روزه بعد از فشرده سازی زنبور شروع کرده به تخریزی و تو اینا پر تخم روزه. یعنی الان یکی دو هفته که میگذره از اون موضوع، نیا کن اینجا رو نیا کن، من میگم که باید فشرده کنین، من میگم، کسی حرفمو گوش نمیده. من میگم که باید فشرده کنین. اوه این قابم شفیره داره، لارف داره، دارن کم کم سر شفیره هاشو میبندن. دیدین فرقشو؟ دیدین؟ دیدین چقدر تأثیر داره فشرده سازی؟ یه قاب دیگر هم نگاه کنیم. شما که دیگه این کندو رو دیدین قبلا، ویدیو طولانی گرفته بودیم بعد کامل توضیح اینو ببینیم. این نداره این ورش، شاید هم داره دیده نمیشه اینقدر، این ورش داره، ولی میگم لنز ماکرو میخواد تو شما ببینید. پر تخمه، خدا رو 100,000 مرتبه شکر. ببندیم، فقط خواستم بهتون نشون بدم که آقا فشرده سازی انقدر تاثیر داره، انقدر تاثیر زیاده که میتونه اصلا همه چی رو به نفع شما توی زنبورداری بکنه، همه چی، یعنی همه جوره به نفع شماست. بچه‌ها یه نکته دیگه، این قابا رو قشنگ بچسبونین، یعنی قشنگ، بذار هیچ فاصله، همون فاصله استاندارد بینشون بمونه 1 سانت، کامل بچسبونین. یه شربت هم بهش میدم، الان هم براش کیک میذارم، این کیک، این کیک خوشمزه، غذای خوشمزه شو بخورین، حالش رو ببرین، چند جا میذارم که به همه برسه. این هم از این،
از این همه جا به همه برسه. بچه بیار اگه دوربین نگون شروع کردم بخورن چقدر دوست دارن کیکو. نه اگه کیک نمیخوره زنبورتون، اگه شربت نمیخوره، یه مشکلی از زنبور ها، یا کیکتون فرمولش درست نیست، یا اینکه زنبورتون یه ایرادی داره، اگه نه باید حتما میل بشه و خورده بشه. خیلی مخلصیم، خیلی دوستتون داریم. استفاده کنین ها، اینا نکات خیلی مهمه. بچه ها پشت پوش نندازین، یهو سرد میشه دفعه دیگه، تایم نداریم برای رسیدگی به زنبور ها. حواستون باشه. خیلی مخلصیم. یا علی، خدا نگهدار.